سلام و وقت بخیر شاگردای نازنین، امیدوار هستم همگیتان جور و سعادتمند و خوش و خندان در کنار فامیل های محترمتان باشین. باز هم استادتان راویلا با یک درس جدید از مضمون ساینس صنف پنجم درس هفتم خدمت شما قرار دارم. امیدوار هستم که همگیتان درس های گذشته را خوانده باشین و کارهای خانگی خود را همچنان انجام داده باشین. درس هفتم ما البته فصل دوم است، درباره ساختمان بدن خود ما است و ما راجع به اعضای بدن خود بحث میکنیم و عنوان امروزی ما است اسکلت. البته ما روز گذشته درباره عمومیت اعضای بدن خود خواندیم و گفتیم که بدن ما از چیا تشکیل شده بودن؟ از سر، تنه و اطراف بود که سر ما البته بالای گردن ما قرار داشت و تنه ما بود و همچنان اطراف گمو دست ها و پاهای ما انسان ها بوده. پس هدف درس امروزی ما باید اسکلت بدن خود را بشناسیم، وظیفه اسکلت بدن خود را بیان کرده بدانیم و اهمیت اسکلت بدن خود را باید بدانیم. خب شاگردای عزیز، با شما اتو عدس بزنین که اگر بدن ما اسکلت نمی داشت، استخوان نمی داشت، چی واقع می شد؟ در حقیقت یک توتا گوشت بودیم که نه حرکت کرده می دانستیم و نه خود را بلند کرده می دانستیم. پس ترتیب، تنظیم و ساختمان خاص یک تعداد از استخوان های بدن را به نام چی یاد می کنن؟ به نام اسکلت یاد می کنن. اینمی اسکلت را که ما می بینیم از خود یک تعریف کوچک داره که امی ترتیب، تنظیم و ساختمان خاص یک تعداد استخوان های بدن را به نام اسکلت یاد می کنن. همیشه به یاد داشته باشین و همیشه ایره به خاطر داشته باشین، چون وقتی که ما بتانیم یک تعریف کوتاه در ذهن خود جاگزین بکنیم چی میشه؟ همیشه او در یاد ما میمونه و به خاطر میمونه. پس وظیفه اسکلت چی هسته؟ بله شاگردای عزیز، وقتی که ما راجع به اسکلت فهمیدیم باید وظیفه اسکلت را هم بفهمیم که وظیفه اسکلت البته تعیین شکل بدن انسان، استوار نگه داشتن بدن انسان و همچنان محافظت اعضای داخلی بدن می باشه. شما ببینید در حقیقت هر کدام این اسکلت بدن ما چقدر وظایف زیاد را انجام میده که امی اعضای داخلی بدن ما در اینمی اسکلت بدن ما جای گرفته. پس امی که گفتم که قدر داشته های خود را بدانیم و خدا را سپاسگزار باشیم که یک وجود سالم بر ما داده و ما میتونیم زندگی خود را نرمال پیش ببریم، اینمی است که توسط اینمی اسکلت بدن، عضلات بدن انسان قادر به حرکات گوناگون چی میکنه؟ مثل راه رفتن، نشستن و بلند کردن اشیا و در نهایت کمک میکنه که ما کار بکنیم یا قادر میسازه که ما کار بکنیم. پس نقش اسکلت بدن در وجود ما بسیار زیاد است و ما باید همیشه متوجه باشیم تا که اینمی اسکلت بدن به ما کمک نکنه و بدن انسان را قادر به حرکت نسازه، یعنی مجبور به حرکت نسازه، ما نمیتونیم راه بریم، نمیتونیم بشینیم، نمیتونیم اشیای را از جاش بلند بکنیم و حتی یک کار را انجام بدیم. پس اسکلت بدن نقش بسیار مهم را در وجود ما داره. شاگردای عزیز، بعضی از استخوان‌های بدن شما میفهمین که دراز و بعضشون کوتاه میباشه و همچنان عده از استخوان‌های بدن ما پن، یعنی پن به معنی انبار میباشه
و تعداد دیگرشان به شکل گرد می باشد. شما اینمی اسکلیت بدن را وقتی که مورد مطالعه قرار میتین میبینین که مثلا جمجمه سر چه قسم یک استخوان است و همچنان قفس تارهای قفس سینه، استخوانهای قفس سینه و یا موره گردن و موره کمر که میگن و همچنان همین لگن خاصره یا باسن که میگن لگن خاصره ما استخوانش چی شکل را داره. خداوند با یک ظرافت وجود انسان را ساخته و همه قسم شما ببینید که استخوانهای ران هسته و از استخوانهای ران هم شکل خود را می داشته باشه. انگشت پا و اینمی بند پا اینا همشون دارای اشکال مختلف هستند. پس ایرفا می دیم که استخوانهای بدن ما از هم متفاوت است و همشون یک رقم نیستن، یعنی بعضشان دراز است، بعضشان کوتاه و بعض از اینها پهن و دیگرشان گرد می باشه. و همچنان شاگردای عزیز، شما میبینید که وجود همه انسان‌ها یک برابر نیستند. بعض انسان‌ها کوچک و بعض انسان‌ها بزرگ هستند. به هر اندازه که بدن انسان بزرگ میشه، استخوان‌های بدن هم همقدر کلان و قوی میباشه که البته نظر به بنیه هر شخص فرق میکنه. و همچنان در بعض غذاها مثل شیر، پنیر، ماست، سبزی ها، میوه ها، مواد های وجود داره که برای قوی شدن استخوان ها بسیار مفید می باشه و ما در درس های گذشته ایره خواندیم و راجع به او صحبت کردیم و همه شما او را مطمئن هستم که بیاد دارین و ما براتون گفتم که در وعده های غذایی خود باید ما چی کنیم؟ از تمام ویتامین ها، پروتین ها استفاده بکنیم و سبزیجات را استفاده بکنیم، میوه‌جات را استفاده بکنیم به خاطر که یک بدن سالم داشته باشیم. اگر ویتامین ها و پروتین های بدن ما کم باشه، وجود ما چی میشه؟ یعنی امو مقاومت خود را از دست میده و ما نمیتونیم منعصه یک فرد سالم در جامعه زندگی بکنیم. پس در قسمت نگهداشت وجود خود باید همیشه کوشا باشیم. و همچنان امی شاهای آفتاب نیز بر استخوان‌ها بسیار فایده داره و همیشه کوشش بکنیم که روزانه 15 دقیقه از شاهای آفتاب مستقیما استفاده بکنیم. وقتی که وجود ما کمبود ویتامین دی پیدا میکنه، البته اینمی ویتامین دی بسیار در وجود ما، در استخوان‌های بدن ما مهم است و ما کوشش بکنیم همیشه از آفتاب ویتامین دی خود را اخذ بکنیم. پس شاگردان عزیز، ما راجع به اسکلت بدن خود و تمام داشته هایی که در وجود خود داریم همه قدر خواندیم و حالا بیاین ایره بفهمیم که اسکلت انسان ها به صورت عموم به چند عصه تقسیم شده. اسکلت انسان ها به صورت عموم به دو عصه تقسیم شده شاگردان عزیز، یکی اسکلت محوری است، یکی اسکلت زمیمه‌ای. اسکلت محوری البته شامل جمجمه، استخوان و همچنان فقرات و قفس سینه میشه که البته در اسکلت محوری همی جمجمه یا سر میگن، ستون فقرات همی موره کمر و موره پشت سر ما، یعنی ستون فقرات ما است و قفس سینه شما در تصویر واضح میبینین و براتون چی است، این روشن است. بازم براتون نشان بدم که اسکلت محوری شامل جمجمه میباشه، شامل ستون فقرات است و قفس سینه که البته ایسه مربوط اسکلت محوری میشن. درست است شاگردای عزیز؟ و اسکلت زمیموی چیز شاگردای عزیز؟ اسکلت زمیموی شامل استخوان‌های دست‌ها و پاها هستند. پس بیان که برنگ سرخ اسکلت زمیموی رو بر شما نشان بدم، اینی اطراف ما یا اینمی دست‌ها و پاهای ما چی می باشن؟
اسکلت زمیموی وجود ما هستند. پس شاگردان عزیز، وقتی که شما درس را خواندین، راجع به اسکلت وجود خودتان معلومات پیدا کردین، اینقدر بفهمین کافی است که اسکلت چی است، اسکلت بدن ما، و یا ما اگر وقتی که راجع به اسکلت وجود خود صحبت کرده تانستیم، پس ایره مطمئنن بالا اسکلت وجود یک حیوان هم میتونیم صحبت بکنیم. ترتیب، تنظیم و ساختمان خاص به یک تعداد استخوان‌های بدن را اسکلت میگن. تعریفش است. اسکلت البته وظیفه‌های زیادی داره، از قبیل استوار نگه داشتن بدن ما، محافظت اعضای داخلی بدن ما، و همچنان اسکلت به کمک عضلات بدن انسان را قادر می‌سازد که چی کنه حرکات گوناگون مانند راه رفتن، نشستن، بلند کردن اشیا و کار کردن چی کنه انجام بده. و ایره هم فهمیدیم که بعض استخوان‌های ما البته کوتاه هستن و بعضشان دراز هستن. شما ببینین که وقتی که امی استخوان بازویتان مورد بس قرار میدین، با انگشتان اینمی کف دست، انگشتان دستتان چقدر فرق داره، بازویتان استخوانشان چقدر طویل است و انگشتانتان از چند بند ساخته شده و چقدر کوتاه هستن. و همچنان نیدفه میدین که عده از استخوانهای بدن ما گرد می باشه و بعضشان پن می باشه. بدن هر انسان البته به هر اندازه که انسان بزرگ میشه، استخوانش هم بزرگ میشه، یعنی کلان و قوی میشه. پس ایره بدانیم که ما در بعض غذاها میتونیم که مثل شیر، پنیر، سبزیجات، ماس و میوه مواد وجود دارن که به خاطر قوی شدن وجود خود یا قوی شدن استخوان‌های خود از او استفاده کنیم و بسیار مفید هستن. و همچنان شعاع آفتاب نیز بر بدن ما و بر استخوان‌های ما خیلی فایده داره و همیشه کوشش بکنیم که از آفتاب ویتامین دی وجود خود را اخذ بکنیم. شاگردای عزیز، همچنان راجع به اسکلت صحبت کردیم، اسکلت بدن انسان ها صحبت کردیم و گفتیم که اسکلت بدن انسان ها به صورت عموم به دو سه تقسیم شده، که یک اسکلت میوری هست و دیگه اسکلت زمیموی. اسکلت میوری را گفتیم که شامل سر، قفس سینه یا ستون فقرات و همچنان قسمت بعدیش قفس سینه بود. و اسکلت بدن انسان ها به صورت عموم به دو سه تقسیم شده بودن، که یک اسکلت میوری بود که شامل جمجمه، ستون فقرات و قفس سینه، و همچنان اسکلت زمیموی که شامل استخوان ها، دست ها و پاها بود. پس بیاین شاگردای عزیز راجع به سوالات هم بحث بکنیم. سوال اول، وظیفه اسکلت بدن، وظیفه اسکلت چی است؟ سوال اول. سوال دوم، اسکلت انسان به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده، که همتان در لابلای درس هایی را خواندین و یاد گرفتین. سوال سوم، اسکلت زمیموی شامل کدام استخوان ها هست؟ ای بود سوال های درس امروزی. البته براتان چانس خوب میخوایم به خاطر حل کردن این سوالات، و همچنان کوشش بکنین همیشه که بحث های گروهی داشته باشین، چی در بین دوستا، همصنفی ها و چی در بین فامیل، و راجع به این موضوعات صحبت بکنین، به خاطر که وقتی که شما راجع به اعضای بدن خود صحبت میکنین، همیشه چیزهای زیاد را یاد میگیرین و میتونین به دیگرها هم چیزهای خوب را بیان بکنین. شاگردای عزیز، تا درس بعد که بازم حضور شما قرار میگیرم، شما را به حلای پاک میسپارم. خداوند یارو نگهدارتان.